از زبان میگه اون از دوگانگی با هم بیدارن. اگه این دوگانگیش برطرف بشه من خیلی هم دوستم تابو شکن کنیم باشه. ولی مثل همون جمهوری اسلامی که غلطه، این هم بگونه میشه گفت یهود دین اون یکی در واقع تیرو نجات میرسونه. میشه بگه یهود زرتشتی، زرتشتی یهود، و میشه گفت اسرائیلی، اسرائیلیان و ایرانیان، این درستشه. شما این نه این نکنید. اول از همه از نظر واژه پارس یهود که مطرح میشه، ادبیات پارس یهود ما داریم، یعنی که به زبان پارسی نوشته میشونه ولی به خط عبری نوشته میشده و ما دیوانهایی داریم که به این زبان نوشته شده. یک. دو، اگر ما صحبت از این داشته باشیم که کوروش آمده و با ماندانا ازدواج کرده، یعنی ماد و پارس، نه ماندانا مادرشه، ماندانا مادرشه که از ماد کساندان، یعنی از تیره برار، از تیره ماد بوده، یعنی ماد و پارس. کوروش بزرگ مادرش ماندانا مادیه، پدرش در واقع کمبوجی پارسیه. این هم جا بیفته، دوتا اینا در واقع هر دو تیرهای ایرانی هستن. یکی از مشکلات که ما همچنین با رژیمهای شاهنشاهی داشتیم بود که اینا اومدن ناخردانه، اومدن یه دفعه از زمان هخامنشیان تاریخ گذاری کردن و 250-60 سال از اولی امپراتوری ایرانی مادها رو کنار زدن و این خیلی بد بود. یعنی منظور برای اینه که اگه ما برمیگردیم به این پیشینه 700 ساله، زبان پارسیه، زبان ایرانی نیست. از این رو ادبیات نیست، ادبیات پارس یهوده. دو، اینه که صحبت از دو ملت میکنی، یهودیت فقط قوم نیست، فقط دیانت نیست، این چیزیه که باید ساختار شکنی بشه. و این که یعنی به عنوان یک اقلیت سعی بر این داشتن که ملیت اسرائیلی و که هزار سال در این مرز و بوم بودن و اینا بیان تکذیب بکنن. برای همین هنوز اون جا نیافته که درک بکنن که این دو ملت بودن در کنار هم دیگه داشتن در شما این دو ملت باشه چون همین اسرائیلی و اسرائیلیان رو بیان که اسرائیل نکنی اسرائیل و یهودا از هم یعنی جدا شدن، تفکیک شدن. امپراتوری که به صورت امپراتوری که ما بگیم و پادشاهی که بود دو قسمت شدن، یکی یهودا شد ملت، یعنی کشور یهودا، و یکی کشور اسرائیل، و این دو بودن که با هم نساختن، آخر کار به فروپاشی انجامید. ولی اون چی که مطرحه، ما هزار سال صحبت از برحال تسلط بر این سرزمین ها بوده تا اینکه 2000 سال پیش، یعنی 1950 سال پیش به خرابی معبد انجامیده و هجوم به هر حال رومی ها که از یک طرف صحبت از اسکندر مقدونیه میشه، از طرف دیگه رومی ها میشه، از یک طرف اینها با اشکانیان هنوزه ما دستخطهایی در دست داریم که به دست اومده، چه در افغانستان چه در تمام مرز و بوم ایران، که اون کشور یهودا و یهود زیر لوا و همکاری دوران اشکانیان و ساسانیان بوده. حالا بگذاریم از دوران هخامنشی به 2500-700 سال میرسه، ولی منظور بر اینه که یعنی به قدر این جا افتاده که نمیتونن یک ملت باشند یهودیان، که این واژه پارس یهود رو اینا میان تکذیب میکنن به عنوان دو ملت. بلکه صحبت از ولی ادبیاتی که ما داریم ادبیات پارس یهود هست و اشعاری که داریم ادبیات پارس یهود از دیوان شاهین، دیوان مولانا عمرانی، بابایی لطف، یکایی که اینها رو ما در برنامه‌های دیگر در باره صحبت خواهیم کرد. و گذشت از این واژه هایی که از وارد تلمود شده از 1500 سال پیش به الان، واژه های پارسی هست، از بوستان گرفته تا اینی که یکایی که واژه ها که در یکی از برنامه ها سعی بر این داشتیم که بیشتر باز کنه در باره صحبت کنه. یعنی
یعنی این قدمت اگر گویش ها هم شما بخواید در نظر بگیرید، گویش هایی که در اون موقع بوده به خاطر اینکه روی حروف اینها ضم و کسره به عبری میگذاشتن، شما میتونید پی ببرید که یک یهودی یزدی و یک زرتشتی که در یزد هستن زبان همدیگر رو میتونن درک بکنن. چرا؟ گویش ها خیلی نزدیک هست به دوران ساسانیان، برای اینکه این دو نیامدند و بر حال آموزش داشته باشند با ملل یا اقوام یا تیرهای دیگر، برای همین ویژگی خودشون رو از نظر گویش ها حفظ کردن. یعنی برای اینکه ما بتونیم به اون پارسی سره برسیم، ما باید تمام اقوام و مردم ایران رو یکایک رو بیایم و بررسی بکنیم که اینها به خاطر اینکه به هر حال جوامع بسته‌ای بودن، در بین خودشون اون رو تونستن حفظ بکنن. سپس آبی جان از این آگاهی بایستد و شایسته، ولی در رابطه پارس یکی از مشکلات که الان ما در درون ایران داریم و خواهیم داشت این همین پارس و ایران بودن و ایرانی یا ایرانیان یا پارسیان. میدونید که در درازای تاریخ به خاطری که وسعت امپراتوری پارسیان یا هخامنشیان و سپس ساسانیان، تمام میشود گفت تاریخ‌دانان یونانی و روم باستان ایران به عنوان پرشیان یا پارسیا معرفه میکردن و یکی از بهترین کارهایی که رضا شاه در دوران سلطنتش کرد، که البته این ایده از آن محمد علی فروغی نخست وزیر بسیار خردمندش بود، که نام دیرین درست پارسیا رو هم ایران بذارن، چون ایران هم سابقه قدیمی تر. اصلا تمام من همین تا روز 21 که این شوم بختی وجود اومد سخت سرگرم ایران رود بودم و داشتم رودهای ایران آسیا و همین سکاییه ها که اومدن در واقع به اروپا و کنار رود دانوب و چند تا رودخانه کوروش و در همین رومانی و مجارستان درباره اینا شعر نوشتم. هست کش یا کروش تون، کروش سفید، کروش سیاه. در نتیجه اینا این تیره‌های ایرانی از قدیم بودن و تمام بیشتر اروپایی هم از ایران اومدن. الان همون یکی از بدترین کارهایی که این ایران شانس بزرگ ویلیام جونز کرد که خبرشناس برجسته هست، تا قرن 18 تمام نوشته ها تمام تاریخ ها بر این مبنا بود که میگفتن ایرانی، قوم های ایرانی، یعنی ایرانی، هیچ هند اروپایی در کار نبود. اولین بار این ایران شانس بزرگ که عاشق ایران هم بود و شیفته زبان پارسی هم بود، این واژه هند اروپایی رو در واقع آورد. در نتیجه میخوام خدمت شما اینه بگم که یکی از مشکلاتی که ما در بین هممیهنانمون داریم و خیلی پان ترکیستا و پان عربیستا روی این پافشاری میکنن اینه که ایران نبوده باید پارس باشه. یعنی گفتن پارس یک نوع در واقع میشه رد تیراهای دیگه ایران و بسیار برای تجزیه طلبا میتونه این مناسب باشه، گفتن پارس، پرشیان، پارسیا. این هیچ ربطی به تاریخ گذشته ما نداره. در نتیجه ایران یک سرزمینیه که تیرهای گوناگون داره و به شدت ما نیاز داریم روی ایران بیان کنیم. همین که ما بیاییم دوباره به شکل گذشته از دیدگاه تاریخ‌دان‌ها و فیلسوفای یونانی و رومی همچنان پارس بنگریم، خودش جدایی وجود داره. بی تردید کرد خودش رو جدا میکنه. هرچه همه که کارشناس نیستن، همه که تاریخ‌دان نیستن، که اکثریت مردم، همین دوستای من دو بار بهشون بگی پارس پارس، با این همه که انقدر شیاره، همین که یه پهلویست بیاد اونجا یه چیزی بگه تموم شد، اصلا دیگه بر نمیگردن. در نتیجه برای همبستگی ملی ما باید به ایران بپردازیم، نه به پارس، نه به نمیدونم فلان، نه به فلان. همین گفتن پارس یهود در بیانش خودش چند دستی وجود میاره. مثل اینکه ما الان دیروز من صحبت که گفتگو کردیم که من با همه عشقی که به
زبان پارسی دارم. تمام کتاب ما هم یک واژه توش عربی پیدا نمی‌کنی، بیشتر کتاب پیدا نمی‌کنی. ولی اگه من بخوام با دوستای کردم هم پارس پارس پارسی گویی پارسی می‌سی کنم، تو ذوقشون می‌کنه، برآیند نداره. در نتیجه ما می‌بایست واژه ایران و ایرانیان سود بجیم، نه پارس، چون بسیار جدایی میاره، بسیار. و این من از این دیدگاه به این واژه دو واژه شما پارسی یهود می‌پردازم که اگر اون در اون رابطه یهود شما، من چون آگاهیم به مراتب اندکه و شما بسیار آگاهی بیشتری در این باره دارید، بی‌تردید میپذیرم، درود بر شما، سپاس از آگاهی دادید، ولی در رابطه پارس به هیچ عنوان، یعنی الان مثل سم میمونه برای جامعه موزاییک چند گونه ما. این بسیار بسیار مهمه آبی جان. من درک میکنم آنچه که مطرح هست، نور آنچه که مطرح از نظر ملی‌گرایی و به هر حال آنچه که سعی بر این دارن که خرد فرهنگ ها رو زیر یک لوای ملی‌گرایی و ناسیونالیستی قرار بدن، حالا ناسیونالیسم نامش رو بگذارید یا ایرانگرایی اسمش رو بگذارید. من فکر کنم ایرانگرایی به مراتب بهتر، نخواست این که ناسیونالیسم واژه فرانسویه، بعد ما همونو برابر اونو که از اون بهترم هست، از زیباتر و گسترش هم دیگاش هم بیشتر، هم ایران نگری. ولی اگه شما دقت بکنید، نکنید زبان پارسیه. اگر بخواید نگاه بکنید، قوم پارسی هستش، یعنی مردمان پارس هستند. درسته که صحبت از در این گفتمان از ایران در مقابل توران میشه، درسته که به هر حال در آنچه که آمده، آیا در کتیبه ها نام ایران آمده یا نام پارس آمده؟ وقتی که ما دو اومده پارس به خاطر اینه که پیوند در واقع ماد و پارس پیوند ماد و پارس چی آفریده؟ یعنی اون شاهنشاهی و امپراتوری پارس را آفریده که ما سعی بریم. ببین شما به یه فرق یک انسان ایرانگرا و پادشاهگرا یا دورانگرا اینه که یک انسان ایرانگرا به گستره تاریخ نگاه میکنه، یک انسان چارچوبگرا و پهلویگرا یا شاهگرا یا هر چی حسابش کنی به قدرت و دوران اون فرمانروایی نگاه میکنه. شما وقتی در واقع به کل تاریخ ایران نگاه کنید، هر سلسله ای یک ویژگیایی داشتن که اون ویژگی‌ها خودشون سعی کردن برجسته کنن و از خودشون به یادگار بگذارن، و ما به اون که انسان‌های ایرانگرا در قالب و چارچوب ویژگی‌های رژیم‌ها و سلسله‌ها نمی‌افتیم، حتی اگر اون سلسله مثل هخامنشیان باشه. در نتیجه یک دور از این چارچوب که شما به دیدگاه ایران شهری نگاه کنید و کل پهن ایران در نظر بگیرید، آن موقع از این چارچوب سلسله‌ها خارج می‌شید. بی‌تردید شما درست می‌گویید. بسیاری از کتیبه یا سنگ نوشته های ما در جاهای گوناگون مثل بیستون، مثل طاق بستان، مثل نقش رستم و بسیار جاهایی تخت جمشید، بیشتر به همون دیدگاه پرشیان یا پرشیاد سلسله هخامنشیان گفته شده. ولی با این حال هم در نظر بگیریم که اون همونجا به سه زبان نوشته می شد، یعنی در واقع این که شما میفرمایید که فقط با زبان پارسی، نه، یکی از ویژگی‌های هخامنشیان که واقعا بزرگترین امپراتور جهان هم بودن و بسیار نوآوری بزرگ هم داشتن، این که چون ملت‌ها یا تیره‌های گوناگون، حتی میشه گفت ملت‌ها 25 مردم گوناگون زندگی می‌کردن، اینا برای اینکه می‌خوان دیدگاه خودشون رو قشنگ برسونن و بفهمن، به سه زبان زنده آن دوران با اینا ارتباط برقرار میکردم و اصلا لوحه ها خودشون هم با اون زبان رو میفرستم. در نتیجه چکیده من بگم برایند کارم اینه که ما در چارچوب همکنونی ایران که از حساسیت ویژه برخورد داره و زبان هند اروپایی و که یه شاخه بزرگش ایرانیه، زبان های ایرانی، گروه زبان ایرانی، زبان های گسترده‌ای هستن،
زبان پارسی، پارسی باستان، پارسی میانه، پارسی دری، زبان کردی، زبان پشتو، سغدی، آسی، آذری و تاتی، اینا آسی و زبان‌های گسترده‌ای بودن که اینا به مرور زمان یا بسیارشون مرده و از بین رفته، ولی چند زبانشون مثل زبان فارسی و کردی و پشتو و پاورجان مونده که بی تردید زبان پارسی می شود گفت به نظر علمی دانشی یکی از بهترین زبان‌های دنیاست و زبانی که یکی از چهار زبان کلاسیک دنیاست، بزرگترین گنجینه می شود گفت زر و مثل یا داره. این در سال 1856 در برلین زمان ناصرالدین شاه این زبانشناسا کار کردن تعیین کردن. بعد دومین زبان از زبان یونانی، دومین زبان کلاسیک جهان، سومیش روم باستان، چهارمیش لاتین و چهارمیش سانسکریت. در نتیجه حالا یه بعدم بخش کرد در این زبان‌ها اصلا زبان کلاسیک چیه، چرا بگیم زبان کلاسیک و این چند زبانی که باقی مونده که بهش میگن اینا میتونیم بررسی کنیم. ولی با این حال این درسته، زبان پارسی زبان مشترک تمام تیرهای مردمان ایرانه، زبان زیبای ادبیات گستری در سطح جهان داره و بسیار آهنگینه، اینا همه درست. ولی اینکه ما بخوایم منکر زبانهای دیگه باشیم که نه همش به وزن فارسی فارسی کنیم، من با این همه عشقی که دارم به زبان پارسی، من بسیار برای ما خطرناکه، برای همبستگی ما میتونیم همه زبان هم به رسمیت بشناسیم. همون که دیروز هم شما گفتید، هم دوستای کردمون در همه دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها زبان مادری آموخته میشه، زبان فارسی هم هست، با هم دیگه خویشاوند هم دیگه رو تکمیل میکنن. ولی ما اگر بخوایم بگیم این پارسی اینطوری اون پارسی اونطوری، هم چیزی گفتیم که اگر دوستانمون به این میپردازن خطرناکه، فرار میدن. من درک میکنم آنچه که از نظر گویش ها گفته شده، آنچه که از نظر به هر حال مردم ایران گفته میشه، چه مردم کرد، چه مردم آذری، ترکمن، عرب و غیره. ولی اونچه که مطرح هست، زبان فارسیه. آنچه که میتونه پیوندی ایجاد بکنه بین مردمان ایران، زبان فارسیه. یک، یعنی تمامیت مرزی فقط اینجا مطرح نیست، برای اینکه ما داریم فرا جناحی، فرا حزبی، فرا مرزی داریم صحبت کنیم. وقتی ما از زبان و از پیشین نیاکان پارس صحبت میکنیم، یعنی ایران فقط نیست، ایران در محدوده جغرافیایی امروزه مطرحه. ولی وقتی که در ازرا و نخیمیا و دیبره یامی و در کتاب استر و تومار استر شما میخونید پارس 127 کشور رو زیر لبای خودش در دوران خشایارشا داشته، یعنی چی؟ یعنی میگه از هند تا اتیوپی تا حبش و اینها همه تأثیر گذار بودن اون زبان پارسی و فرهنگ و تمدن پارسی بر روی اینها. که شما الان برید تاجیکستان، برید ازبکستان، برید افغانستان گرفته تا پاکستان حتی بیاید. من مثلا چرا رای دور بودیم، 150 سال پیش در هند پارسی گویی بوده، تا وقتی که آمدن زبان رسمی زبان پارسی بوده. خب دیگه خود شاه سلیم زبان رسمی عثمانیان هم بوده. بله، آنچه که به نظر من میتونه از نظر دیپلماسی فرهنگی این مردم رو که ماورای مرز و محدوده محصوره جغرافیایی امروز ایران هستند که تمام رو در بر میگیره، یعنی امپراتوری بزرگ یا شاهنشاهی بزرگ ایران و پارس رو در نظر میگیره، ماورای ایران و ایرانگرایی هست. یعنی که اگر نه، من قبول ندارم. ببینید، من اینو قبول ندارم، نمیپذیرم، به این دلیل که ما اگر بخوایم بپردازیم به جهان پارسی گویان، اصلا بگیم پارسی این یک ضمیر خداگاه و ناخداگاهی هست در بین تیرهای گوناگون مردم ایران، بعد بررسی کنیم پارسی گویان که اینا یک گونه‌ای با هم دیگه بچه مشترکی دارن، با گرد یک
در واقع مجموعه در آوریم. شما میتونید بررسی کنید خب ایران بخش کردستان رو باید جدا کنید، یعنی به هیچ عنوان کردا زیر این بار نمیرن که بخواد زبانشون رو در واقع نادیده بگیرن. آذری‌ها که وحشتناک، حالا کردا ما مشکلمون با آذری‌ها بیشتر از کرداست، به این دلیل کردا حد خودشون رو تاریخش رو میدونن با همه میگن که ما نخست از آقای هم که گفتین از بزرگترین چریک و در واقع کرد مثل مولا موسی بارزانی گرفت، شما دیروز خیلی به جان گفتین آقای چنارا گفت، واقعا من دستش درد نکنه، تا میگم یا ایرانی هستیم و فلان مشکلات گوناگون دارن که اون یه چیز دیگه است. ولی بیشتر آذری هستن تاریخ رو نمیدون، فراموش کردن، به راحتی میگن ایلاده ما ترک هستیم و فلانی حرفا، یعنی اصلا نمیشه تو این زمینه وارد ماجرا بشن، اصلا نمیخوان تاریخ بدونن. من بعضا به این دوستم که خود خصوصی هم هستم باشون میگم که من در شگفتم که چطور این هم میهنان و اینطوری فکر میکنن که مثل مسلمانایی که افتخار به اسلام میکنن، یه گروهی از مغولستان اومدن اونجا دقیقا 750 سال پیش، تمام کشتن و به ناموس تجاوز و زن رو بگیر و فلان و یار برده و روز 700-800 نفر هم میکشن که ترکی صحبت میکنید، بعد حالا ما اینو قبول کردیم افتخار هم میکنیم، یعنی مثلا این دوستای ما که خیلی ادعای غیرت هم میکنن این حرفا. اینه که در جهان پارسی زبان شما بررسی کنید بعد میفتید شما بخش های حدود 55% 60% ایران و همراه نیمی از افغانستان و با تاجیکستان، این بعد با سمرقند و بخارا 10% از ازبکستان، یه جهانی شما دیگه پارسی زبان ندارید. در این بی تردید گرایش های گوناگون پارسی در ترکستان چین هست، در کشمیر هست. من دقیقا دیروز پیروز بر از رو به سن کار میکردم در اوتا همه کشمیر که از شاهکار واقعا بهشت روی زمین و این حقا، ولی اینا گرایش هایی که در مرده شدن فقط اندکی بیان هست. ولی حتی شما روی فلات قاره ایران بررسی کنید، بعد هم تمام این جایی که از گرجستان گرفته تا ترکستان چین گرفته تا آن سوی فرارودان گرفته، همین های شامل میشه. حتی شما میتونید در واقع بررسی رو هوتا کنید و کاسیا کنید و سگستانیا بکنید که اینا بخشی از آسیای مرکزی در واقع اروپا. من الان به راحتی میشه ثابت کرد که مجاری ها، اصلا این دوست من که مجاری رو اصله، یکی از دلایلی که عاشق در واقع شاهنامه و الان شاهنامه رو از 90 از ایرانی بیشتر میدونه، من که فارسی زبانم نیست، خودشون ایرانی یعنی در واقع آسیه میدونن و درست هم هست. اصلا خود دانوب دانو یا دانو یه واژه کاملا ایرانیه. شما با ایرانی بودن، ایران گرایی، می توانید ثابت کنید که تمام اروپا و ایران و هند اینا قوم های ایرانی بودن. من هم دیگه شما گفتم اولین بار از نظر تاریخی ویلیام جونز این واژه ایرانی رو جایگزینش ایرانی رو جایگزینش کرده هند اروپایی. تمام اینا قوم های ایرانی و همین ایرانی هند اروپایی، اینا واژه جدیدی ساخته شده. حالا شما این بهتره یا بپردازه و یک دهم این ماجرا به نام پارسی گویا و اون همداستان رو اتن اون موقع همداستان خانم جاله دفتریان میشی با آقای همین دکتر انگلتا، اونا تو این چهار شبه. خب ناکنی شما باید در نظر بگیرید زبان ما چیه؟ زبان پارسیه؟ بله این نیست من فقط خودم رو نگاه کنم، اینم خوش میشه اسم فردی نکنید. زبان پارسی گویش هایی داشته در دوران پهلوی، در دوران ساسانیان، در اشکانیان. آنچه باقی مانده آن هست ما میتونیم در این محصوره هایی که در بین یهودیان و گویش هایی که دیالکت ها و گویش هایی که در بین زرتشتی ها یافت میشه اون رو ببینیم. خب اندکه ببین شما اگه بخواییم ببین گویش با زبان، هر زبان باید ساختار داشته باشه، گراماتیک و ادبیات داشته باشه. شما الان تو زبان پارسی میشه باید گفت لوری گویشه، ولی شما نمیتونید بگین. حتی مازندران گیلانی هم گیلکی هم یادمه که
نه هایدربرگ و آقای خویی برنامه داشتیم. من اونجا آقای خویی به شدت جلوس هم شد که ایشون معتقد بود که ایلکی و مازندرانی زبان من میگفتم گویشه. ببین شما رو گویش های زبان پارسی میتونید رو تازه رو هم توی گفتم روی گیلانی گیلکی و مازندرانی هم بحث هستش، تو لوری هم تازه بحث هستش، ولی در زبانهای ایرانی پشتو زبان کامله بی تردید. کردی زبان بسیار گردن کلفتیه. ما حتی انقدر شده که با این دوستا کردیمون میخوایم که مشکلمون نداشته باشیم میگن کردی و فارسی بالاتر و بزرگتره. من برای اینکه مشکل نباشه میگم اوکی مسئله نیست. اینا همه زبان هست، سعودی زبان. دقت بکنید کردها به زمان آرامیت صحبت میکنن و آرامیت تلمود یهودیان به آرامیت نیز نوشته شده. یعنی که ما این دو رو ماد و کردها از یک طرف و یهودیان برحال و از طرف دیگه ما پارس رو داریم و واژه‌ای که ما به عنوان ادبیات پارس یهود از اون بهره‌مند میشیم با آنچه که کتاب‌ها نوشته شده، دیوان‌ها نوشته شده و به زبان پارس یهود نامیده شده رو ما نمیتونیم 2700 سال رو به خاطر آقای جان من دقت نمی‌کنی من چی میگم. من شما به تاریخ و گرایی کنار بگذاریم که بگیم نه شما تاریخ رو ببین اقلیتی بوده به عنوان یک قوم و به عنوان یک کتابت، به عنوان یک دیانت و به عنوان یک ملت وجود نداشته. هزار سال اینا در مرز و بومی که در حال حاضر اسرائیل و یهودا هست اینا سلطه داشتن از دوران داوید هملخ، یعنی پادشاه داوید که برمیگرده که بیش از 2700-3300 سال که اینا سلطه داشتن. 2000 سال که ما صحبت این رو داریم، 2000 سال یعنی 1950 سال که از خرابی معبد میگذره، با وجود این که اینا آمدند بعد از 70 سال از معبد اول به ایران آمدند، به پارس آمدند، اعلامیه حقوق بشر و تساوی حقوق برای ساختن معبد دوم رو در دوران داریوش دوم، داریوش بزرگ یاد به حال کوروش بزرگ بهره‌مند شدن برای ساختن معبد خودشون بعد از 70 سال، یعنی دوران دانیال و حنبی و انبیای یهود در خاک ایران به خاک سپرده شدن، از خزقیاه نبی خگای همه خگای گرفته تا حبکوک تا سرابتاشه تا اینکه آقای جان فکر زمانم باشه. ما الان یه رو به هفتیم. اگر ممکنه یک نتیجه گیری بکنید از واژه‌هایی که پارس و یهود و دیدگاه خودتون جناب آقای آینه مطرح بکنید، آنچه که از نظر ملیگرایی ایرانیگرایی در حوته و محصوره ایران امروز در راستای آنچه که صحبت از ایران بزرگ را ما میکنیم و اینی که پارسی گویان به 127 کشور میتونستن برسن و امپراتوری پارس و ماد به کجا میانجونه و از نظر دیپلماسی فرهنگی و فرهنگ مشترکی که بین این اقوام و این مردمان که از بلخ گرفته، از نیشابور گرفته، از سمرقند گرفته تا هند و کوش رو ما بتونیم به هر حال به چه گونه ما میتونیم فرهنگ ها رو به جای اینکه پشتیبانی از ترور باشه و اسلام گرایی باشه، چگونه ما میتونیم این ایران گرایی رو از یک طرف، از طرف دیگه پارسی‌گویی و ادبیات پارسی رو بیایم و پیاده بکنیم که در کنارش ادبیات پارس یهود و یهودیان و گویش هایی که یهودیان رو که دارند و این سرمایه ملی هست که نه فقط هم‌میهنان کرد ما دارا اون هستند، همینطور در این 2700 سال یهودیان ادبیات خاص خودشون رو داشتن، گویش های خودشون رو داشتن و این میتونه متمم ادبیات پارسی ما باشه نه ادبیات ایران ما. در مرز و بوم امروزه به نظر من
ما محصور میکنیم ایران رو در از نظر ژئوپلیتیک و از نظر جغرافیایی که ایران همینی که هست. نه، ایران ایران بزرگه به نظر من. بفهمید. ببینید، من با دو زاویه یا با یه دیدگاهی که از دو گونه دیدگاه برخورداره، یعنی بخش به دو بشه نگاه کنم. یکی این که به دیدگاه من بدین گونه است که ایران با ایرانگراهی می شود بسیاری از تیره های فلاتقاره یا پهنه ایران رو گرد هم جمع کرد. بیشتر به اون دیدگاه ایرانگرایی من باور دارم. در این دیدگاه و در پهنه فلاتقاره ایران، به ویژه هممیهنان من در درون ایران، زبانهای گوناگون و تیرهای گوناگونی زندگی می کنند که در درازای تاریخ دگرگونی هم به وجود آمده است. من اگر بخواهم، زمان بسیاری هم می خواهد که شما این چگونه شلگیری زبانها در آمیختگی با همدیگر و جدایی از همدیگر و کوچهای فراوان که شدن اینو در یک بستر بخواییم بستر سازی کنید، به باور من یا غیر ممکنه، یعنی نمی شود، یا بسیار اندک می شود. ولی بهتر می شود که شما زبانهای ایرانی رو بررسی کنید. بدونیم ما گروه زبان ایرانی که یک شاخه بسیار بزرگی از زبانهای هند اروپایی هستش، همونی که می دونیم ما زبانهای هند اروپایی رو، اگر زبان شاخه هندی مثل سانسکریت و هندو و زبانهای دیگه باشه و اردو و زبانهای گروه ایران، زبان پارسی، کردی، پشتو، سوختی، آسی، تاتی، آذری و ده ها زبان دیگه که مرده هستن و چیزی ازشان نمانده، و بعد زبانهای دیگر هندو اروپایی، زبانهایی که در اروپا هست مثل زبانهای لاتین، رومانیایی، رومی باستان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایتالیایی و زبانهای اسلاوی و زبانهای جرمنی، حالا زبانم نیست من اینا رو جرمنی توضیح بدم. در نتیجه ما میتوانیم اون شاخه های زبانهای ایرانی رو همه رو به گرد هم در چارچوب ایرانگرایی جمع کنیم و بهره برداری بسیاری میشه. ولی اگر بخوایم نه، ما بگیم ما بپردازیم به زبان پارسی، درسته زبان پارسی به باور من زبان نخستین زبان جهانی و جهان بوده، یعنی شما تا همین 200 سال پیش که استعمار نو انگلیس به شبه قاره هندوستان را پیدا کرد، زبان پارسی زبان هندوان بوده است. البته زبان پارسی و هندو و سانسکریت اینا زبانهای خواهر هستند. ساده هدایت میگوید هندوان خواهران و پسرعموها و دخترعموهای ما هستن و درست هم میگوید. و زبان حتی امپراتور عثمانی که یک در واقع ستیز و دشمنی هم با تاریخ و فرهنگ ایرانی ها داشتن، ولی به ناچار خاطر توانمندی که این زبان پارسی داشته کاملا زبان رسمیشون زبان پارسی بوده. این درسته زبان پارسی زبان بزرگیه، ادبیات برجسته‌ای داشته و دارد همکنون و بسیار زیبا هست و نخستین زبان جهانی جهان هم بوده. ولی همکنون که ما بررسی کنیم، مخصوصا با این دوران تازه‌ای که وجود اومده که بسیاری از استانهای ایران تحت تأثیر تبلیغات شوم بیگانگان و به گونه ای میخواهن به خاطر سرکوب تاریخی داشتن فرهنگ و تاریخ خودشونو یه مقدار زنده کنن یا در واقع داشته باشن زبان خودشونو، بی تردید اون گستره پارسی زبانی در چارچوب ایران و پیرامون ایران که اینا ایرانی های بسیار بسیار قدیمی و کهن هستن کاربرد نخواهد داشت. من به عنوان یک انسان ایرانی، یک آدمی که دوست می‌دارم به خاطر فرهنگ پویای این سرزمین و مردمانش در کنار همدیگه زندگی شادی داشته باشن و برابر و حق شهروندی برابر داشته باشن، حتی اونایی که از چارچوب ایران برون هستن،
با یک دیدگاه درست و راستین که حساسیت به وجود نیاره، بتونه همبستگی ملی ما را به گونه‌ای همبسته بکنه و اونو سازماندهی کنه، بسیار بسیار با این موافق هستم. تا بپردازیم فقط به پارسی زبانه، من فکر میکنم این اندک به اون چارچوبی هم که شما دارین زیان میرسانه. یعنی بسیاری از همیهنان ما با زبانها و تیرای گوناگون از اون بستر ایران دور میگردن. به باور من در حال بحث ما و جستار امروز بر این هستش که از یک طرف پارسیگویی و از طرف دیگه ملیگرایی و ایرانیگرایی. به جمع ما جناب آقای سازیمیان پیوستن، لوسانترس بر حال خوشایند میگوییم به جناب آقای سازیمیان. و اینی که سوالی که مطمئن جناب قصاگینیان که در بحث قسمت اول شما شرکت نداشتین، ولی اونچه که مطمئن هست برحال از یک طرف ملیگرایی سعی بر این داشته که به خاطر منافع ملی گویش ها و زبان های دیگر رو زیر سیطره پارسیگویی ببره و از طرف دیگه بتونه یعنی ایران رو و ناسیونالیزم ایران رو به یک گونه به عنوان یک کشور متحد، به عنوان اینکه مردمانی درش هستند که مردم کرد هستند، مردم لور هستند، بختیاری هستند، از تیره و اشاعر و قوم‌های گوناگون و زبان‌های گوناگون که اینها داشتن، چه عرب، چه بلوچ، چه کرد رو به هر حال زیر یک سیطره ناسیونالیست و ایران نوین بیاره، سعی برای این بوده که یک حالت خرد فرهنگی رو در بین اینها ایجاد کنن و استیلایی که به زبان پارسی، پارسیگویی ارج نهاده شده و امروز هم ما اون رو یافت میکنیم. برای اینه که صحبت از احمد کسوی میشه و پارسی سره میشه و الیتی که به این گونه مسائل رو مطرح میکنم با زبان خاصی صحبت میکنن و اون ممکنه همخوان و همسان نباشه با مردم عادی که در حال حاضر در ایران هستن، که بعد از شورش 57 ما میبینیم که زبان محاوره‌ای شده بود، زبانی بود که از اون ادبیات خاصی که داشت، حتی افرادی که زمام امور رو در دست داشتن، حالا ما از نظر دانش و بینش و معمم بودن اونها کاری نداریم، فقط این که از نظر زبان و زبان شناسی یک لطمه و یک ضربه مهلکی به زبان پارسی و ادبیات پارسی در بین این افراد که می اومدن صحبت میکردن، برای اینکه بتونن محاوره‌ای صحبت کنن، حتی یکی آقای احمدی نژاد خودش رو هم سطح مردم بدونه و از طرف دیگه عوام زدگی رو اومدن و پوپولیسم رو اومدن به پیش بردن. در هر حال نظر شما درباره زبان پارسی و ملیگرایی و ایرانگرایی و اینی که به هر حال این وقتی بحث صحبت از ایران بزرگ میشه، فقط ایران در محصوری جغرافیای امروز نیست، نظر شما چیه جناب آقای سگینم؟ بفهم ما وارد موضوعی میشین که شبیه این رو در ارمنستان در حدود 1.5 سده پیش رخ داد. در ارمنستان اون زمان دو زبان به کار میرفت، یکی زبان درباری و پشت رو سیاه گذاشتم که موضوع در حدود 1.5 سده پیش در ارمنستان روی داد. در ارمنستان اون زمان دو زبان داشتیم، زبان درباری و زبان عامی، و این زبان ها با همدیگه خیلی فرق داشت. حالا فرقش چطوری بود؟ زبان درباری تمام اون تعارفات و تجملات و شیرین زبانی های اینایی که الان با زبان فارسی تعارفی ما هست داشت، زبان عامه این حرفا رو نداشت، خیلی مستقیم ساده با همدیگه صحبت میکردن. یک شاعری که شخص خیلی فهمیده و درستی بود
و در لنینگراد، نه سن پیترزبورگ اون زمان دانشجو بود، اومد این زبان رو عوض کرد و یک زبان تازهی به وجود آورد بر اساس زبان عامه. و اون زمان زبان امروز مطرح در ارمنستان، زبان درباری رفته تو کتاب ها و این دوتا زبان ها نام دارن برای خودشون، یکی زبان کتابی، یکی زبان عامه. شوربختانه دیروز من در این صحبت ها یک بار به این موضوع اشاره کردم که من با کرد میتونم راحت صحبت کنم، با آذری میتونم راحت صحبت بکنم، با فارسی من اشکال دارم، اونقدر حاشیه و تعارف و مزخرفات میاد مخلوط میشه که نمیفهمم چی میگن، چون خواسته های خودشون رو مستقیم نمیگن. یک مهندس نمیتونه اینطوری صحبت بکنه. شما نمیتونین دو به اضافه دو مساوی با پنج، این کار نمیتونه بکنه. دو به اضافه دو مساوی چهاره. البته یک حسابدار میتونه اینو پنجش بکنه، صدش بکنه، هرچی خواست بکنه، ولی در واقعیتی که کار میکنیم دو به اضافه دو مساوی به چهار. اینو چه بایستی کرد؟ یکی از مشکلات ماست. هر کشوری مثل ایران که این همه زبانها و لهجه‌های مختلف داره، ما بایستی یک زبان دولتی داشته باشیم. یک زبان دولتی. هر استانی برای خودش زبانش رو داشته باشه، باشه مردمش به اون زبان صحبت میکنن. بله صحبت میکنن. ولی زبان دولتی بایستی یک زبان باشه. نمیتونه ده زبانش کرد. همین الان در امریکا، در لس آنجلس، قانونی که می نویسن، موقعی که می خواهید انتشار بدن، در 5-6 زبان مختلف می نویسن، چون یک هر وکیلی از هر جا دلش می خواهد برای چندرخواست پولی که باشید در بیاره، میاد می که آقای نیم پذیرم باشید ویتنامی بنویسید، فارسی بنویسید، ارمنی بنویسید، ترکی بنویسید، اسپانیالی بنویسید. این اشکالات ایجاد میکنه برای کشورداری. بایستی از این جلوگیری کرد. و راهش چی است؟ راه زبان پارسی رو اگر ما تمیزش بکنیم، از این مزخرفات تعارفات دست بکشیم، خارج بکنیم، تمیز بکنیم، زبان بسیار کاملیه، جدا زبان کاملیه، یکی از قوی ترین زبان های دنیا. با سپاس از جناب ساقی، هم فقط ممکنه در دقایق چند از برنامه باقی مونده، جناب آقای آینه اگر ممکنه برایند این برنامه را از نظر پارس و پارسی گویی و اینی که گویش های گوناگونی که در ایران داریم و مردم ایران که از تیره و طایفه و برحال قومی که هستند، تا چند روز پارسیگویی که یعنی از واژه های عربی اون زداییده شده باشه رو ما میتونیم برای برحال پیوند و اون اتحادی که و همبستگی در بین ایرانیان هست، تمام اقوام ایرانی و مردم ایران و مردمان ایران رو بتونیم در یک ایران نوین در آینده ایران بتونیم مطرح بکنیم. و خواهش میکنم یک نتیجه گیری کوتاه بفرمایید. چشم، با درود دوباره. ببینید، من برمیگردم به گفته آقای ساکنیان که گفتم که من به زبان پارسی باش مشکل دارم، یعنی خوب درک نمی کنم این همه واژگان گوناگون و تعارف‌های گوناگونی که هست. ایشون درست میگه. ببین، زبان پارسی بعد از اسلام، به ویژه بعد از قرن دوم که ما انبوهی در تو آسیب شناسی گفتگو کردیم و کار ابن مقفع یا روزبه پارسی، و بعد از اینکه ملک العارفین بایزید بسطامی وارد گود شد و عرفان معنوی و اندکی عرفان یونانی که به جهان اسلام وارد شده بود، به ویژه با برگردان کتابای ابن مقفع، زبان پارسی شد زبان عرفان، زبان عربی شد زبان فقه. یعنی وقتی در درازای تاریخ بررسی میکنیم، ما این دو پارگی رو میبینیم، از یک دیدگاه عارفان و صوفیان با پارسیگویی پرداختن و فقها به زبان عربی. حالا چرا این همه چنگانگی و این واژه های نادرست وارد زبان شد؟ ببینید، شما در همین همکنو ایران بررسی کنید، یه شاعر نویسنده نمیتواند
آن چیزی میخواهد مستقیم و درست و آشکار بیان کنه، ناچار میشه به در واقع راه به گونه های گونه و چنگانه برخورد کردن، واژگانی رو برگزینی که به گونه های گوناگون از زیر یوغ ستمگران رها پیدا کنه و واژگان غیر خودی رو به کار ببره. بسیاری بسیاری از این واژگان عربی که در زبان پارسی هست به خاطر همینه که نمیتونستن آشکارا زبان پارسی سود بجوین. البته وقتی گذشت زمان میشه میزدرون اون واژگان هم بومی میشه و با اون واژگان جایگزین واژگان اصیل میشه، ولی هم که آقای ساگینیان گفتن زبان پارسی زبان بسیار بزرگی هستش. یعنی شما چون زبان پارسی زبان ساختاریه، یعنی میشود ترکیبیه، میشود بسازید، شما از یک واژه سر میتوانید چندین هزار واژه بسازید، فقط سر چندین هزار. این من در رابطه با واشنگتن آتلانتا سال پیش درباره زبان پارسی متن سخنرانی بوده، زمان نیست اون بپردازیم، ولی با این حال میشود گفت که همچنان زبان پارسی این توانایی داشته و دارد. میشود یک مثل همون زمان رضا شاه که محمد علی فروغی فرهنگستان ایران برپا کرد و بسیار فرهنگستان یک و دو کاری درخشانی انجام داد، میشود زبان رو ویرایش کرد و همچنان به عنوان یکی از بهترین، همکنون هم یکی از چهار زبان کلاسیک جهان هست و یکی از زبانهای زیبای جهان هست، میشود آن را واژگان نادرست و ناپسند و دور ریخت و ویرایشش کرد. اصلا شما اگر بررسی انقلاب مشروطه هم میکنیم، ادبیات پیش از مشروطه، میبینیم که مردم با آن زبان درباری که با دیدگاه اسلامی و دیدگاه های فرمان فرمایی همخوانی داشت به قدر آلوده زبان عربی شده بود و زبان قرآنی، چون تو الان میبینید در زبان جمهوری اسلامی واژگان قرآنی رو بیان میکنن، واژگان اسلامی رو، در نتیجه مردم، توده مردم با زبانی که در دربار و زبان حکومتگرا یا حتی ادیبا و شاعران و نویسندگان در واقع نمیفهمیدن، دور بودن. یکی از کارهایی که فتحعلی خان آخوندزاده و میرزا خان کرمانی کردن به زبان پارسی اصیل رو آوردن و ساده‌گویی و ساده‌نگری. زبان پارسی بسیار ساده و روان است. شما ببینید شاهنامه فردوسی، بسیاری بسیار روستاییان ما این شاهنامه رو در از برق داشتن، از حفظ داشتن، به خاطر روانیش، به خاطر زیباییش، و بسیار هم سره نوشته شده. در نتیجه می شود گفت این زبان یکی از بهترین زبان‌های جهان است و بسیار زیباست. ولی من بر این باورم برای ایرانگرایی، برای که ما بتوانیم هم میهنانمون از تیره‌های گوناگون رو هم بستر کنیم، هم خوان کنیم، پیوند گسترده‌ای رو به وجود بیاریم، می توانیم با زبان‌هایی که خواهران زبان پارسی هستند در سرزمین ما، با اونا یه همزیستی و همخوانی به وجود بیاریم، بعد می توانیم زیبایی زبان پارسی رو گسترش بدیم و همه گیر کنیم. ولی اگر ما به جای اینکه با هم میهنانمون بسیار بسیار تو این زمینه فرهنگ زبان اونا بخوام یک بیشتر به پارسی بپردازیم و این دیدگاه رو گسترده کنیم، من فکر کنم همکنون برای همبستگی ملی ما، میهنی ما شایسته نیست. با تشکر از جناب آقای آبتین آینه از سوئد، جناب آقای ساگینیان از اندیشکده قانون اساسی که با ما بودن، به هر حال زبان فارسی، گویش ها و ایرانگرایی در ایران فردا، با تشکر که در این برنامه با ما بودید. من آبیهای رحیمی از اندیشکده پارسی یهود میزگرد بادیابند امروز رو به اتمام میرسونم. به امید دیدار. پاینده ایران. پاینده ایران.